وظیفه خودش رو و سیاست. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به اظهارات اخیر پیتر هموند وزیر خارجه بریتانیا که برخی اقدامات ایران را مانع از بازگشایی سفارت آن کشور در تهران معرفی کرده بود میگوید که با سفارت بریتانیا هم همانند سایر سفارتخانه‌های خارجی مقیم تهران رفتار می‌شود. فیلیپ هموند اوایل هفته در پارلمان بریتانیا گفته بود به دلیل اینکه دولت ایران با ورود تجهیزات کامپیوتری مورد نیاز سفارتخانه موافقت نکرده، بازگشایی سفارتخانه با مانع مواجه شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که این وزارتخانه در اجرای مفاد کنوانسیون وین نهایت تلاش خود را برای کارکرد عادی و روان نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی مقیم تهران به کار برده و انتظار دارد مقررات داخلی و گمرکی ایران که ناظر بر ورود و خروج محموله‌های بار و پست سیاسی است مورد توجه و احترام کشورهای مختلف قرار گیرد. به یمن خون پاک شهریاری آذر ماه سال 90 گروهی از دانشجویان بسیجی در اعتراض به سیاست بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی و حمایت از تصمیم مجلس ایران برای جلوگیری از گسترش روابط دیپلماتیک دو کشور در برابر ساختمان سفارتخانه بریتانیا در تهران تجمع کردند. این تجمع به حمله به داخل سفارت و تخریب اموال ساختمان انجامید، موضوعی که باعث شد دیپلمات‌های بریتانیایی به درخواست دولت این کشور خاک ایران را ترک کنند و دیپلمات‌های ایرانی در لندن نیز از بریتانیا اخراج شوند. حرکتی که تعدادی از دانشجویان انجام دادن یک نمادی از فضای افکار عمومی در کشور ماست. این نخستین حمله به سفارتخانه یک کشور در تهران نیست. پیشتر و در 13 آبان ماه سال 58 دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا حمله کردند تا رابطه سیاسی دو کشور تاکنون رسما قطع شده باقی بماند. اما این بار ایران و بریتانیا تصمیم گرفتند که یخ روابطشان را زودتر آب کنند. سال گذشته و در جریان ملاقات مقامات وزارت خارجه دو کشور در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 دو کشور تصمیم گرفتند که روابطشان را بهبود بخشند. سفارت جمهوری اسلامی در لندن فعالیت کنسولی خود را آغاز کرده، اما فعالیت عادی سفارت بریتانیا هنوز آغاز نشده. کوروش صحتی، صدای آمریکا.